متاسفانه سر خونش قمار زده شده، خونش بها نداشته، از هر طرف به حقش خیانت شده. وقتی که سر رهبر و قماندان مجاهد صدا شده که تو کمونیستا را آوردی، گفت بله من از استعدادشان استفاده میکنم، توپ و تفنگ به دستشان نمیتم. دیگه ای از ما باشین که امی داکتر سیبام جواب خواهر مرا بته، این خواهر داغ دیده ما که مثل ازی ما به میلیون ها خواهر و مادر داغ دیده دارم که فرزند خود دفن کردن و یا دفن نتانستن بکنن، گم شده و یا شوهر خود از دست دادن و کلش کشته های دست نجیب و رژیم نجیب است. و بیاین از این قهرمان بسازین و ایر قهرمان بگوین و هر کسی که شما چطور میتونین که تاریخ افغانستان تغییر بتین، چطور شما میتونین که گل و لوش از سر واقعیت های افغانستان پاش بتین. سیب داکتر سیب به خاطر امی خواهر ما یک گپ بزنین. سیب البته ما درد از اونا را درک میکنم، برازی که درد همه ملت افغانستان است و مصیبت را که از امون زمان ها تا امروز آمده و نقش امی کمونست ها بعدن تا امروز چی بوده، همه از اینا واقعیت هاست. ولی امروز اونا در لباس دیگه خود را میپیچانن که گویا طرفداری از دموکراسی است و طرفداری از حق ملت است و حقوق بشر است. از برای خدا اینا امی آقای رنجبر داد از حقوق بشر میزنه، فراموش کردن که حقوق بشر چی رقم در دوران قدرت از اینا بود و این کشتارهای دستجمعی که امروز گرها واز میشه نشانه های از ایناست که من نمیفهمم که انسان چی رقم وجدان داره، چطور گذشته را فراموش میکنه و فکر میکنه مثل یک کپ که سر خود زیر خاک زیر دیگ کرد دیگه هیچ کس او را نمیبینه متاسفانه. ولی یک نقطه دیگر هم که بسیار مهم است برای شما یادآوری میکنم، برادر پیشتر ما راجع به امی موضوع نیاز محمد مومن گفتن، در این یک نقطه بسیار عمده وجود داره. من وقتی که در زندان پل چرخی بودم و ترکی سقوط کرد، شخص را به نام دکتر زرغون که از طرفدارای بسیار جدی ترکی بود آوردن و او شخص در زمان دوره حفیظ الله امین اعدام شد و به هر صورت همین گروپ زرغون که طرفدار ترکی بود پسانتر در وقت نجیب هم و فعالیت آمد که در او دو شخصیت مطرح بود در رأس از این گروپ زرغون، یکیش به نام میر صاحب کاروال و دیگه شخص دومش امین نیاز محمد مومن بود که هر دوی از اینا به عضویت بیروی سیاسی حزب رسیدن و چهره هایی که در این گروپ شامل بودن امین سید محمد گلادزوی شانواستنه و جنرال قادر آقا بود. بله. ما پسان متوجه میشیم که جنرال تنه و گلابزوی اینا پسانتر در امو کودتایی که تنه کرد و با حزب گلبودین حکمتیار پیوند را محکم کردن جریانات از وست. این را فقط برای توضیح. تشکر سیب. تشکر دکتر سیب. شما جنیاز محمد مومنده و هم موقف سید محمد گلابزوی که فعلا وکیل شوراست و در گروپ جبهه ملی شامل است، او را هم درک کنیم که اینا از طرفدارای پروپاخاست همون گروپ دکتر زرغون و نور محمد ترکی بود. تشکر دکتر سیب. تلویزیون پیام افغان امر کنین. سیب بله سلام علیکم. سیب سلام علیکم. میباشم من بدون از اینکه خواهی نخواسته گستاخی کنم در مقابل یک کسی که مقابل کام شخص مثلا میخوام یک نظر بتم و یک سوال دارم از این دکتر محترم شما که در پروگرام تون هستن. بله بگویید. موضوع چون موضوع سر 8 سال رژیم نجیب است و ما فکر میکنم که ملت افغانستان مخصوصا کسانی که در شهر کابل در و در شهرهای افغانستان زندگی کردن بهتر میتونن که اونا امروز تروزی رو بگیرن و عدالت کنن که آیا نجیب یک خائن بود و یا آیا نجیب یک قهرمان من از یک قهرمان شناخته میشه. اما من یک سوال داشتم از این محترمه که این دکتر سمی باشین اسمشان فراموش کنم دکتر سید سیدعبدالله کاظم. قابل سوال خوب. بله عمر کنید. اینا میگن که از سران افغان صحبت میکنن و از رهبران جهادی. آیا اگر ما امروز همی دولت جهادی هم دیدیم و دولت نجیب هم دیدیم، اگر امروز ما یک ترازوی عدالت پیش بگیریم
چی میکنه بروم که آقای آمد شمسود یک قهرمان ملت بود و همی آقای پروفسور ربانی جهادی هایی که هستن یا فران جهادی که هستن یا همی دوستان یا گروهین همگی اینا بیشتر خیانت کردن به ملک، به افغانستان، به مردم افغانستان که ما امروز 2 میلیون طفل بیسر و بیپدر و بیمادر داریم و امروز دست ما برای جهان خارج، برای خارجی ها، برای قوای ناتو دست ما در آغاز که امنیت مملکت ما را بگیره و یک زمان بود دولت صاحب حاجات... تفصیل نتین، سوال کنین صاحب، چی از سوالتان صاحب؟ سوال ما صرف همیست که آیا دکتر صاحب همی به نظر شخصی اونا آیا نجیب یک خائن بزرگ بود یا امیسران جهادی؟ خب یک مقایسه میخواین بکنین صاحب، بسیار تشکر صاحب. دکتر صاحب بگوین صاحب. بله بفرمایید صاحب، سوال برادر ما رو شنیدین؟ فهمیدم، بسیار سوال دلچسب است و من اینطور به شما بگویم که بعد از کودتای ثور مصیبت های روزافزون دامنگیر ملت و مردم افغانستان و کشور ما شد. هر کسی که دو بجای از او آمد روزگار نه بهتر شد بلکه بدتر شد و مانای از این نیست که هرگاه ما از نجیب انتقاد کنیم مانای از این باشه که حتما از جهادی ها تعریف نکنیم. جهادی ها هم در دوره بعد خود نشان دادن که چی کردن در افغانستان، ولی ایران باید بفهمیم که برای اولین بار کشتارهایی به او پیمانه در زمان کمونیست ها شروع شد، مهاجرت ها در زمان از اونا شروع شد، بیجای شدن ها در زمان از اونا شروع شد، آمدن خارجی ها در زمان از اونا شروع شد و ادامیزی البته در رژیم های بعدی جهادی ها و همچنان طالب ها و حتی تا امروز شما میبینید که همون سلسله. تشکر دکتر صاحب. و یک نقطه دیگه هم بگویم که آقای رنجبر ادعا کردن که نجیب امروز پیش مردم افغانستان قهرمان است، ببینین که عکساش فروش میشه. فروش عکس ها معنای از این نیست که باید او حتما قهرمان باشه، ولی میتونه که خب از یک کسی که بسیار کار منفی هم کرده باشه مردم عکسایش نگاه کنن. اما موضوعی است که در زمان نجیب با کمک روسا و شوروی وقت کابل از جمله شهری بود که بسیار مسئول ما باقی مانده بود و مردم اطراف هم در او آمده بودن. نفوس کابل به از 400 هزار به 1.5 میلیون بالا رفته بود و واقعا یگانه جایی که مردم دل خوش داشت در زمان نجیب از امنیت کابل بود که متاسفانه این امنیت بعد از سقوط نجیب برهم خورد و یکی از دلایل برهم خوردنش نه تنها امو ضعف قواهای جهادی و جنگ های داخلیشان بود، بلکه نفوذ خود امی کمونیست ها در داخل قواهای جهادی، چی به طرفداری حزب اسلامی یک گروه خلقی ها و چی با همکاری حزب جمعیت و شورای نظار یک تعداد پرچمی ها بودن که اینا دامن زدن و مناسبات و حزب وحدت در اونجا هم شریک بود چون پای ایران شامل شده بود. بنان ما شما در این حالت ما دفاع نباید از دوره سال 1992 بباد کنیم، هر کدامش یک دوره خاص و خونریزی ها و برابادی هایی را در خود دارند. بله تشکر دکتر. ما به عرض برادر همی سوال کننده عزیز برسانم که صاحب وقتی که یک آدم به سال بسیار ساده میتونم تنها سردردی داشته باشه میگه سرم درد میکنه، اگر ما یک دفعه دیگه بعد از سردردی روز دیگه ای به کمردردی و شانه دردی مبتلا شد میگه همی دیروز خوب بود که تنها سردرد بودم، اما یک دوری دیگه که میگه که از زبان آمفته و از دست و پای آمفته میگه خوب اما پیشتر هم کمردردی و سردردی و یایم خوبتر بود از این که ما حال بیال. ایتور همین حال مردم افغانستان همین رقم است. شکرگزاری مردم افغانستان از دوره نجیب دلیل از این است که نجیب قهرمان بوده. اینا مقایسه میکنن دورهای بعدی که آمد خلاف انتظارات از اینا، خلاف توقعات از اینا، خیانت های صورت گرفت که این انتظارات ملت افغانستان نداشت و آمدیم در مسئله از این که امو کسایی که در زمان نجیب باقی مانده بود و یک گپ دیگه است که برادر ما از 2 میلیون کشته دلسوزی گپ میزنه، ایرا کی کشته قربانت شم، ایرا خو نجیب و مردمای پیش از نجیب و قوتای شوروی کت توپ و تانک و تیاره خود این 2 میلیون کشته، این 2 میلیون خو این